باشه. ببخشید دیگه. منتظر چی هستی؟ چند شب نشینی؟ باید پاشی برقصی. باید پاشی برقصی. خوشگلت برم تو دلت غم نشینه قربونه اون دلت برم پاشو باز با من برست تو گل بریزم زیر پاد تا به آتیش بکشی سمنه رو با دل بریاد خوشگلا باید برستم خوشگلا باید برستم خوشگلا باید برستم خوشگلا باید برستم اسمونو باور کنم واسه تا از آسمون ستاره رو شکار کنم تو گل یافت منی دشت شقایق واسه چی تو منو داری دیگه این همه عاشق واسه چی مشکلا باید برفسن مشکلا باید برفسن مشکلا باید برفسن مشکلا. سلام، من آمدم با موهای چربم. کلی برنامه داریم امروز. علت چیز به خاطر اینکه بچه ها هماهنگ نکرده بودن، یعنی اصغر سکسی مخصوصا اینا خیلی خرن. بچه ها هرچی اصغر سکسی هست اینا بیشتر خرن، نمیفهمن اصلا، خیلی خرن. دومی که هنوز به من جواب نداده، احمق بیشعور انعنی گاو گاوو، فکر من مسخرشم، صبر کن. ولی یه اصغر سکسی براتون پیدا کردم. او مای گاد، اصغر سکسی مادر سگ سکسیه. بچه ها دیگه همینی که هست، خواستین خواستین، نخواستین نخواستین، یکم آرایش کردم با اون صورتتون. دیگه چیکار میخواستم بکنم؟ ها بذار یه چیز بنویسم، چه متنی بنویسم رضایت خداوند متعال و چیز بشه. بچه ها مهمون زیاد داریم. وای این چرا فیلتر اینطوری میشه؟ اعصابم خورد میکنه. What the fuck. خب سر کن. چی بنویسم؟ باید میخواستم اندش کنم، خاک تو سرم کنن. اینستاگرام اصلا دیوانه شده، ویرانه شده. بچه اینی که گذاشتم لنزه، میگم فیلتره، من میگم لنزه. میبینی میخوام یه چیزی بنویسم میره فیلتره. یعنی خاک عالم تو اون سرت. سعی کن چی بنویسم. این لایو سسکی و بیشعور و این لایو سسکی و بیشعور با خدا به خیر بگذره. این لایو سسکی و بیشعور چی میشه؟ سیو نمیشه. فالو نکردی انشالله بختت باز، انشالله کرونا بگیری، انشالله کرونا بگیری. ایشالله کرونا بگیری. سب کن. میبینین اینا چی کارم کردن؟ خب کپی and then we're gonna paste it and then we're gonna pin it bitch. We're gonna pin it. Okay. حالا شد. حالا اگه من اینو چیز کنم دوباره میره. ای مادر تو، من یعنی چیز کردم، یعنی خاک تو سرت کنن. اینستاگرام هم تمام کارمنداشو برده، اصلا اینستاگرام به حال خودش بره. خب خلاصه امروز چی داریم چی نداریم، یعنی این سگ میمونم. اصغر سکسی آوردم، این سگ میمونم. خلاصه چی آوردیم چی نیاوردیم. بچه ها اکثرا در مورد این لایف، در مورد دوباره ترنسا و همجنسگرا هستش. دوباره برگشتیم به فوکوس به ترنس ها، همجنسگراها، و خیلی داریم، لزبیان داریم، همجنسگرا داریم، یعنی گی داریم، دیگه چی داریم، ترنس داریم، با پارتنرشون هستن، قرار شد یکیشون با خانواده بیاد، فکر کنم آخرین دارت کنسل میکنه،
بعد یه خانم میداریم خارجیه، اون خیلی گفت من میام با کار یه با شیر میام یه کارای کثافت کاری میکنم نمیدونم، و گل مجلس از قرای سکسکی. خیلی خوشحالم برای این اسقره. حالا در مورد اون اسقر سسکی که قبلا آوردم هم میخوام یه چیزی بهتون بگم، غیبتشو بکنیم. ولی این اسقر، حالا اینو که آوردم بهتون میگم، اینی که میخوام بیارم این اسقر سسکیه. وای صورتش، چشاش این شکلیه بچه ها. او مای گاد، یعنی نمیدونی اصلا به پایینش نگاه کنی، به چشاش نگاه کنی. اون قبلیه فقط صورت، یعنی فقط شنبولش قشنگ بود، این هم صورتش اصلا چشاش اینطوریه، به خدا انگار فوتوشاپه. بعد دیگه چی داریم؟ اسقر سسکی داریم دیگه، چی؟ همینا دیگه، همینا هم وقت نمیشه. خلاصه دیگه چی؟ همین دیگه، زهر مار. خب ببینم بچه ها رو کدوم بیارم بالا. ها دوست دارین کدوم رو اول از همه بیارم بالا؟ نگین اسقر سسکی. اسقر سسکی رو اتفاقا میخوام برای آخر بذارم. آره میخوام برای آخر بذارمش. ترنس داریم، گی داریم، باز دوتا گی داریم. اینا با دوستاشون هستن، با پارنرشون هستن، یعنی خودشون و پارنرشون میان با هم صحبت میکنن. و ترنس همراه با لزبیان دوستشه، میان با هم دیگه، به اسقر سسکی و اون دختر کثیفه. اون دختر کثیف رو اول بیارم براتون. گفت من قرار با شیر یه کارای کثیفی انجام بدم، حال نمیدونم داشت شوخی میکرد یا چی. بیارمشون حال به هم، حالمونو به هم بزنه یا بذارم آخر؟ به من زود بگین. دشت شقایق واسه چی؟ من فکر کنم همه تون اومدین که اسقر سسکی ببینین، یعنی خاک عالم تو اون سرتون کنن، یعنی واقعا خاک عالم تو اون سرتون کنن. خب نگفتین بابا زود باشین دیگه. چی دوست داریم بیارم؟ اول گی بیارم، اول لزبیان بیارم، اول ترنس بیارم، اول دختر کثیفه رو بیارم، اول اسقر سسکی رو بیارم؟ تا نگین من نمیارم. فهمیدین یا نفهمیدین؟ بذار سندی هم بذاریم. سندی این تو چشم هم یه چیزی رفته، مثل ان تو چشم رفته. سندی تو گل میپل کنم، تو گل میپل کنم. ها دختر کثیفه رو اول بیارم، اول لزبیان رو بیارم، اسقر سسکی رو الان نمیارم، برای آخر میذارمش. دلتون خوش اسقر رو میبینید بعد میرید؟ آره بیشورم. اوکی اول از همه چیز رو میارم، سب کنی بیارمشون. فهمیدم کدوم رو میخوایم با اون سرتون. وای چقدر اذیت میکنه این، نمیدونم چرا اینطوری شده. صورت این انه بیترم نداری. از خری سسکی رو آخر میاره با اون سرتون. سلام چطوری؟ خوب هستین؟ چرا اینقدر تعمیرات تو صورتتون عسیسم؟ دیگه جیگر الان صورتتون رو نمیبینم. میگم نور پردازتون خیلی بده. خب بذار بیاریم بالاتر. ایفا خود مرگم بده. خوبه؟ ها؟ چرا این لنزه چیزه؟ هی فیلتره میاد و میره. کجا رفتی؟ تصویرتون استاده. خب بذار اون وری بگیرم. سلام عزیزم. سلام خوب هستین؟ ما میخوایم خودتو ببینیم، اون دختره رو ببینیم. همینطوری توی کامیرا نیا صورتتو عزیزم، فکرم کنه که نداری. یه جایی خوب بذار، بس صدا من برگشت میدیم. خب تو کار کنیم با خب بذار بلدی باز کنیم. نگاه کن
دوباره میگم باید یه جای ثابت نگهداری نورپردازی نه گوش بده یه جای ثابت نگهداری نورپردازی خوب باشه تا اینجا مشخص باشه حداقل اینطوری باشه خب کجا بذاریم عزیزم بیا اینجا میگه کجا بذاریم خب یه جایی جاسازی کن میدونستی میخوای بیام میای لایو خب بیا دیگه اشکم جاسازی کن الان اوکیه دیگه اعتراض نباشه خانم محترم بعدم نگاه کن همه یه کامنت ها رو صورتتونه حالا خوبه؟ خب انا خب ما تو بگو ما کدوم زاویه عزیزم مگه من تو خونتونم فدات شم او مای گاد تو خونتون من اومدم تو خونتون منو دعوت سر خونتون خب انا خب اسم ببین ما اینجا میگیریم صورتمون میره اونجا میگیریم بالامون میره اینور میگیریم پایینمون میره یعنی ریدم سر اینستاگرام نمیذاره ما فیلتر بذاریم با این قیافه علی باید ما رو ببینی اون دختره کیه اون یکی هم پارتنر اینه بگو به خدا بیارش نگاه کن داره به خودش خواهرا مادر ما نگاه کنید یه جایی بذارید سه نفرتون مشخص باشه یه جایی ثابت دست نگه ندارید یه جایی ثابت من تا دو دقیقه دیگه میارم زود باشید زود باشت آقا چیکار کنم؟ نمیتونم فیلتر بذارم یعنی اینستاگرام هنگ کرده. اصغر سسکی هم داریم میخوام تورش کنم نمیشه. یعنی با یه قیافه انی چیکار کنیم؟ اینستاگرام خرش شده چیز نمیشه. چقدر زشتین شما؟ با من این دباش ها با دختره هستیم. ها پینمو بردارم. چقدر انیه به خدا این اینستاگرام آقا من این فیلتر رو میخوام حالا چیکار کنم نمیشه فیلتر رو بذاریم ساک نه چیکار کنم مثلا من ای ریدم اوکی اومدین دوباره باش دوباره بیاین دیگه زود اصغر سسکی رو من میذارم برای آخر یعنی قشنگ میذارمش برای آخر خب اومدین یا نیومدین آمدین جانم به قربانت بذار یکی دیگه رو بیارم حالا که شما نمیدونی چطوری دوربین رو بذارید یه جای دیگه خانم محترم آمدی خانم محترم سلام نیدا صدات خیلی بده سلام خوبی؟ الان صدام خوبه؟ مرسی اینقدر تلفن نده الان خوبه؟ تصویرت روون نیست تصویرم؟ آره آنتنم بکنم باید الان اوکی شد؟ کسی داره قلیون میکشه اون وسط؟ آره خب عزیزم تو نمیگی صدای قلیونت تو گوش ما هست؟ وای ببخشید ای با خدا مرگم بده وای ببخشید خب ببینیم چی پوشیدی حالا که دوست داری بهمون نشون بدی قلیون نکش باشه بیا اون کیه پیشته این دوستمه همون که بهت گفتم چی بهم گفتی دوستت یعنی دوست پسرته آره نه ترنسه بیه سلام بکن اتفاقا وسط کلیپ ساخته بود تنها سلام نگاه کن یه چیزی بگم نگاه کن تلفن رو خیلی داری تکون میدی آدم سرگیچه میگیره یک بعد تصویرت خب تصویرت روون نیست نمیدونم به خاطر کیفیت گوشیته اگه گوشی بالاتری داریم مدل گوشی سب کن دارم حرف میزنم اگه مدل گوشی بالاتری داریم با اون بیان که کیفیت بهتر باشه نه ندا بخون اینترنت های ایران کلن ریده یعنی تو الان ایران هستی با این وضعیت
آره جان. خب اون دوستت کیفیت دوربینش بهتر نیست؟ نه اینجا فقط خودم. وای قلیون نکش. او مای گاد. میشه قلیون نکشی؟ باشه. دیگه کی پیشته پس؟ دیگه اینا په آقا هن. اینا خانومه. بیا دو دقیقه. چند تا مگه آقا دارین شما؟ اینجا سه تا آقاه. البته خودم هم آقا حساب میشه. الان چند تا آقا پیشتونه؟ اینجا سه تا. نگاه کن کس صورتت هم نمیبینی. من الان دارم با رونت حرف میزنم، با منبه نداشته دارم حرف میزنم. آخه این چه جور تدبیریه؟ اون چرا داره گریه میکنه؟ گریه نمی کنه، گل کشیده. خدا مرگم بده. شما وضعیتتون خیلی افتضاح. من که نه، من نمیزنم. پننم میزنه، تو نمیزنی، دوستت فقط میزنه. نگاه کن به جای این که خوشگلم، نگاه کن به جای این که برین گل بخرین، نمیدونم اینو بخرین اونو بخرین، پولتون رو هم بذارین یه گوشی با کیفیت مدل بالا بخرین. الان من تصویرت برام شطرنجیه، آهنیه، من چی ببینم الان ازت؟ با وای فای هم اومدن الان. خیلی تصویرت بده. بذاری الان تکون بدی. اینترنت ایران خوب میشه؟ الان صدات هم دیگه بد شد علاوه بر تصویرت. یه کاری کن دوباره بیارمت، بعد از چیز میارمت، دوباره میارمت. خب تصویرت خیلی بده، دوباره میارمت. بذار ببینیم ساسان رو بیاریم. سب کن. درخواست بده ساسان. خدایا عدس اینا. ساسان بذار من تو رو بیارم. آریان من همه چیم اوکیه. عزیزم جوراب گذاشتی توی سوتیانت؟ خب من میخواستم به افتخار خودت بگم مثل خودتم جوراب گذاشتم. خانم محترم من جوراب میذارم اینا بالا کشیده میشه، من یه جوشی دارم. خب تو هیچی نداری؟ خب من که خب چون من پسرم. ها پسری، اسمت چیه؟ من به نام خدا آریان عارفی هستم. صلوات اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب بله. مرسی که منو دعوت کردید. میگم خانم هستی، آقا هستی، چی بهت بگم؟ بگم آقای محترم یا خانم محترم؟ لطفاً به من بگید کونی. من کونی هستم. همینم نمیدونم که من بگم بعد بدازن به من تیکه بس کنم. نه من خودم اعتراف میکنم، من امروز اومد انشب اومدم لایو، من میخوام خودم باشم. همه آریان عارفی رو میشناسن. من با افتخار یه کونی هستم ندا جان. من اسم ندارم. من چطوری میشناسنت؟ خب چون من مشتری میگیرم. یعنی چی من بیزنسی هم عزیزم. تا شب تا صبح 500 هزار تومن. اگه یک بار بخوای بکنی 200 هزار تومن. ساک 150 هزار تومن. الان داری تبلیغ خودتو میکنی تو لایوم؟ نه خب تو گفتی که شما گفتی که معرفی کن، گفتم که آقا من
بیزنسی هستم، مشتری میگیرم قربونت. لاپای از جلو 70، لاپای از پشت 120. اگه بخوای نگاه ببخشید، تبلیغ خواهش میکنه توی اینستاگرام خوب نیست. نه تبلیغ نمی کنم، گفتم جان نگاه بذار حرف بزنم. نگاه کن چند سالته، بچه کجایی؟ من 21 سالمه، از مشهد. مشهدی هستی؟ بله، شهر زیارتی و توریستی. آره من خیلی خرابم ندا، و میخوام با افتخار بگم که من خرابم. گفتی چند سالته؟ 21. از 9 سالگی دارم کون میدم. نگاه کن داری شوخی میکنی یا چی؟ مثلا منو همه میشناسن، با افتخار دارم میگم. من اولین باری که دادم میخوای بهت بگم کی بود؟ گفتی 9 سالگی. آره 9 سالگی بود. من اون موقع اسمم آریان نبود، اسمم مملی بود. پسر همسایمون اومد در خونمون گفت مملی، مرغمون تخ گذاشته. بعد اینا یه گاوداری داشتن. بعد من رفتم گفتش میخوای ببینی مملی مرغمون تخ گذاشته؟ گفتم آره چرا نه، چون من خودم عاشق محیط زیست و حیواناتم. بعد رفتم تو گاوداری گفتش، گفتم کو مرغتون کجاست، تخمش کجاست؟ گفت برو اون آخر سرتو خم کن تو آغله. خب منم ساده 9 سالم بود، تا رفتم داخل، رفتم اونجا آغل و سرمو کردم تو آغل، یه چیزی رفت تو پشتم، یه دفعه سرم آوردم والا، آقا رب اون دودولش تو نانازم بود. دیگه از اونجا شروع شد که دیگه من شدم سوراخ. مگه تو ناناز داری؟ نه همون خواه اسمشو میتونم بیارم؟ نه عزیزم، یعنی ناناز... خیلی ممنون، متشکرم. ناناز من همون سوراخ همه. جوراب سیاه گذاشتی؟ یه سیاه گذاشتم، یه سیاه یه قرمز. نگاه کن جوراب سفید بخر، که حداقل وقتی مثلا توی سوتین سفید میذاری وقتی خم میشی اینقدر موبایل تفونده من... خم میشی میکنم... مثلا نبینن سیاهه، سیاه زایه. این همه آموزش میدم، این همه وقت میذارم، این همه زحمت میکشم، این همه از جونده براتون مایه میذارم، هنوز نفهمیدی باید جوراب سفید بذاری جوراب سیاه نذاری؟ تا به حال دیدی ندا جوراب سیاه بذاره؟ نه خب که هستی. من معذرت میخوام، ببخشید. مامان بابات کجاست؟ من تنها زندگی میکنم، پدر مادرم جداست. من الان 5 سال تنها زندگی میکنم. خب یعنی مامان بابا سراغتو نمیگیرن بگن پسرمون کجاست؟ نه، چون من از پولی که در میارم بیزنسم ماهی 2 تومن میدم به اونا، و من بهشون گفتم که من بیزنسی هستم، دارم مشتری میگیرم، چون پدر مادرم پیرن، به خاطر همین اونا هم گفتم مشکلی نیست. وضعیت اقتصادیتون خوب نیست؟ زیرو، صفر اقتصادیمون. نگاه کن، یعنی تو دوست داری این بیزنس تو؟ یعنی دوست داری یا مجبوری؟ با افتخار دارم میگم، من کسیم که همه چی رو، من برای من همه چی رو میشکنم. من یعنی چجوری بهت بگم، برای من هیچ چیزی فیلتر ندارم. من خب فهمیدی هیچ فیلتر نیست. بله خانم، به منبری که رفتی رو منبر داری منبری میکنی، یکم بیا این برتر، کامنت ها دارن روت میافتن. بفهم، من به خاطر شما رفتم یک بهترین نتو خریدم و بهترین گوشی از دوستم گرفتم. بابا تو که اومدی دیگه... این ور چرا موبایلتو کردی این ور؟ دوباره کامنت ها روت میافتن. خب من خب بیا یعنی خوب شد؟ آره نگاه کن یه چیز من ازت بپرسم جان. نگاه کن این موهای خودته؟ خواهش میکن. این نه کلاگیسته، ولی به کسی نگی. جوراب میذاری، کلاگیس هم میذاری. بعد نگاه کن تو چرا از ایران فرار نمی کنی؟ مثلا تو ببخشید معذرت میخوام، برو ترکیه، مثلا آنتالیا خیلی بیزنسش بهتره. تو که حالا مثلا بیزنس، خب این به هر حال یه شغل هستش درسته، و بعضی خب دوست دارن این شغل، یه صنعت بزرگی هم هست اتفاقا. تو چرا اینقدر ارزون میگیری؟ چند میگیری؟ خب چون من شب تا صبح میتونم بگم
شب تا صبح از ساعت 12 شب تا 6 صبح 500 هزار تومن، یک بار اگه بخوان 15 دقیقه 200 هزار تومن، بعد از اگه تو 15 دقیقه کارشون تموم نشه دقیقه 10 هزار تومن شارژ میشه، و اگه بخوام براشون نانازشون رو بخورم 5 دقیقه 150 هزار تومن، اگه شارژ چیز نشه، اگه تو 5 دقیقه کارشون تموم نشه دقیقه 15 هزار تومن شارژ میکنم. تعرفه برای خودت؟ 11 ساله دارم میدم خانوم، باید اینجوری باشه دیگه. چقدر کم میگیری؟ 6 ساعت 500 هزار، 6 ساعت 500 هزار تومن، 12 شب تا 6 صبح. چرا اینقدر ارزون؟ خب چون میخوام که چون مشتریام زیاد چه بعدن گرونش کنم. الان نمیدونم چرا هر نه مشتری من خیلی کمه، یعنی نه الان خب روز 30 40 تا رو دارم ولی خب بازم کمه، یعنی میخوام رکورد بشکنم. از طرف دیگه نگاه کن تناقض، ببین خانم به محترم رو من چیز نکن، از طرف دیگه به من میگی که منو همه میشناسن، بعد از طرف دیگه میگه مشتریام کمه. چطوری همه میشناسن؟ چطوری مشتریات کمه؟ خب عزم من 52 کافالوور دارم، خب همشون که تو شهر من نیستن که بیان با من مثلا با من رابطه داشته باشن. مشهد خیلی کمه مثلا، به خاطر اون میگم، و تو این وضعیت به خاطر کرونا هیچکی نمیاد. یه لحظه من یه چیزی بهت بگم، نگاه کن، یعنی اگه کسی تو رو تهران خاص، جاهای دیگه خارج از مشهد خاص، میری پیششون؟ من آره میرم، ولی الان که خب همه راه ها بسته شده، ولی دیروز گفتم میشه دیگه، از دیروز باز شده. دیروز رفتم چی؟ ترمینال مشهد، گفتم ببینم بلیت داره برای تهران، اینا یه مشتری دارم تهران دکتره، گفته 6 میلیون بهت میدم آریان اگه بیای. 6 میلیون. زن داره یا بیزنه؟ چیز داره. نه نپرسیدم از زن داره اینا، فقط گفت آریان بهت 6 میلیون میدم بیا چی، یه روز کامل بیا. بعد گفتم که بابا خب چیزه 6 میلیون کمه برای یک روز، بعد من مشهدم شما تهرانی، گفتش بلیط هواپیما رفت و برگشت برات میگیرم، اسم فامیل من گرفته، خدا کنه تو لایو نباشه بشنوه. بعد برات اسم یه لحظه، برات مهم نیست زن داشته باشه یا نداشته باشه که الان تو که نپرسیدی؟ نه من اصلا هیچی برام مهم نیست، چون من کونم پولمو میگیرم، اون بعد براش مهم باشه منو نکنه، اون بعد برای خودش ارزش بذاره که کسی که زن داره نباید بره یک کونو بکنه، نه من، به من چه، من شغلم اینه. خانم محترم شما حتما صبر کن، شما کاندوم هم استفاده میکنین؟ نه اصلا من اصلا به کاندوم اعتقاد ندارم. گفت خانم خانم محترم میگیری یه چیزی میگیری، سفلیسی میگیری، هپاتیتی میگیری، زگیلت ناسولی میگیری. عزیزم برای سپرایز هم دارم برای آخر لایف، این همون چیه دستگاه گوه پاپ کن عزیزم که هیچکی نداشت، من دارم. آه آه آه. من دو تا مشتری داشتم اینقدر ریدم روشون که دیگه اینو به من هدیه دادن. ندا نگاه کن دستگاه گوه پاپ کنه. یه لحظه من یه سوالی ازت بپرسم، راستشو بگو بدون شوخی. خب بله بفهم، من با کسی شوخی ندارم. یه چیز دیگه میندازم بر... نه من خواستم بگم که سوپای دارم گوه پاک کنم خریدم. یه لحظه، راست میگن بیزنسی ها تو مشهد زیادم؟ بله من خودم با افتخاری مشهدیم و بیزنس میکنم. و یه چیز دیگه، هیچ توی مشهد و توی مشهد هیچ، همه ترنس ها و گیا از من میترسن، اسم من میاد چاش میکنن رو خودشون. چرا عزیزم؟ به خاطر هیکل زیبایی که داری؟ به خاطر که آریان ملکه ترنس هست تو مشهد، یعنی وقتی میگن آریان اومده تو پارک ترنسی مگه؟ اونا میگن تو ترنسی، ولی من میگم من کونم. اونا میگن تو ترنسی، میگم نه با من ترنس نیستم، من فقط یه سوراخم که از سوراخم درآمد دارم، منبع درآمد من از سوراخمه، پولش هم به خیریه میدم، 70% پولمو به خیریه میدم برای کودکان کار و زنای بی سرپرست. همه ترنس های آره همه ترنس های مشهد از من میترسن، گی ها و ترنس ها
از من میترسن. من هر دفعه میرم تو پارک سه تا ترنس رو میزنم هر روز. سه تا ترنس رو. مشکلی با ترنس رو هیچ... داری؟ نه ترنس گی شیمیل مشکلی ندارم. بعد بر جلو من احترام بذارم. من میرم تو پارک همشون میترسن اینجوری میگن وای آریان اومد آریانو. من قلدرشون هستم. من خیلی زور دارم. من خیلی زور دارم. یه سوال ازت بپرسم؟ بله بفهم. پلیس بهت گیر نداده تا به حال؟ پلیس همکارمه عزیزم. میگم ترنس از من میترسن. من میدونی چیه؟ خب چون نمیتونی چقدر حرف میزنه. چطوری پلیس ازت میترسن؟ پلیس ازم نمیترسه. ترنس و گیا و شیمه. گفتی پلیس ها با من دوستن. چطوری بول؟ یعنی چی پلیس ها با دوستن؟ چون بهشون حال میدن. برای اونا رایگانه تو ماشین. تعجب نداره دیگه وقتی یکی که کار میکنه دکتر و مهندس و کارگر و نمکین رو که نمیشناسه دیگه. عزیزم یه دروازه است دیگه باز و بسته میشه. با افتخار یه کونیم. چرا تو مشهد اینقدر بیزنس زیاده؟ مگه شهر زیارتی نیست؟ من بهتر مشتریام عربای اهواز و چیزن. عربای اهواز و عراقم. جات خالی دیروز یه مشتری داشتم منو دعوت کرد هتلشون کنار حرم. $300 بهم داد شب تا صبح. تعجب داره خانوم. $300 عربه بهم داد گفت چون آریان خیلی خوشگل و لاغر و باربی هستی و خیلی تنگی به خاطر اون $300 اصلا کمه برات. ولی ببخشید دلار همینو دارم. دفعه بعد اومدم با خودم میبرم از عراق. گفتم نه بابا من مشتری هم اینجا بیشترم. اندامتو بهمون نشون بده ببینم. باش پس عزیزم خوبه؟ بشینم؟ اینقدر کونم تنگه؟ ببخشید 11 سال سابقه کاری داریم فکر نمی کنم تنگ باشه. نه من با 11 سال سابقه کار با ضمانت بهت میدم تنگ تنگ که بهت بگی وای آریان اصلا با 1000 تا روغن بزنی باز نشه داخلش. ذات همینه تنگم. مشتریات اکثرا کیا هستن؟ مشتریام از همه چی هستم. من ترک بوده، افغانی، ایرانی، عرب، هر چیزی که بگی بوده مشتری. من از همه چی مشتری داشتم. بعد وقتی میری مثلا سر کار این جورابای سیاهت هم میذاری؟ اینا رو به خیلی وسایل زیاد دارم. اینا رو چیز میکنم بدون جوراب میذارم اونجا که خب باید در بیارم دیگه. وسایلتو بهمون نشون بده ببینم. وسایل نه. مثلا نمایش هست وسایل چی هست؟ وسایلم چیزه همین گوه پاک کنه که قبلش میرم که قبل از اینکه طرف بره رو برنامه میرم تو حموم خوب میکنم داخل کل گوها رو میارم بیرون که دیگه گوه نیاد و لباس سکسی دارم. لباس هم همه سکسی. عزیزم چی شد؟ خب تو من از عقب میدم یه سوراخ دارم بایدم برم تمیز کنم دیگه. برو بیا حالش به هم خورد خانوم. بچه های عزیز ترنسا و گیایی که تو لایون شیمیلا خدا شایده خدا شایده اگه من شما تو خیابون ببینم یکی میزنم زیر گوشتون که دیگه نیاین اینجا برای من کلاس بذارید. فهمیدین؟ من ترنس و گی و شیمیل تو خیابون ببینم یکی میزنم تو گوشش که دیگه کلاس نذاره تو لایوا. همه تون سوراخین بابا جمع کنید لاشیا نه را همه شون سوراخن ها کلاس میذارن. وای همه
خدا کنه گیر من بیان یکی تو گوشتون میزنم که بفهمین ترنس و گی چیه. من توی لایوم برای بچه‌ها تو پیج خود دوست داری قلدری کن. یعنی نه ترنس و گیا رو گفتم. حالمو به هم زدی واقعا. اونو نیار، من اصلا بدم میاد ازش. نگاه کن. جان. وسایلت چی هست؟ به جز اون اگه آوردی چیزت میکنم. به جز اون دیگه وسایلت چی داری؟ خب نه قربونت بشم ندا خانم، چون دیدم گفت خب خیلی مهمه برای مشتری که بفهمه تمیزم یا نه، به خاطر اون گفتم میخوام به توضیح بدم. میدونم استفاده میکنیم، ولی طریقه بیانش باعث شد که من تصور کنم و اون تصور حالمو به هم انداخت. نمیخوای به روش استفاده شو بچه های؟ نه مرسی مرسی، بذار من چایمو بخورم، هنوز چایمو نخوردم. باش. گفتی وسیله داری دیگه، چه وسیله‌ای داری الان؟ مشتری بزنگ الان همون دکتره کثافت. پیاماشو بهمون نشون بده، وایس بد داده. اگه وایس بد داده وایسش وایس نداده، نوشته چرا رفتی لایو. ولش کن، نگاه کن الان با من اینجا باش، نگاه کن. خانه شما گفتی لحظه بعد آره بفرمایید. وسایلتو به من نشون بده ببینم. به جز اون وسایل چی داری؟ گفتی وسایل زیاد دارم. بدون اون، بدون این که دارم، یه کپش پاشنه بلند دارم، با یه کمد دارم، همش لباسای زنونه که مثلا لباسای خواب، یعنی برای قیمتاش هم مختلفه، یعنی به مشتری نشون میدم اینو، میگم که مثلا اینو میپوشم برای 5 میلیون، این 3 میلیون، این 2 میلیون، یکی از 10 میلیون مثلا اینجوری. برو بیار به ما نشون بده لباساتو که به قیمتای مختلف داره. نه همینجا بذارش، همینجا بذارش. نه گوشی میذارم کماد اونجاست. خب گوشیم اینجا ثابت میذارم برات تو ببینی. صورتت مشخص نشه. جوراب سفیدم برای خودت بخر لطفا. بگو همین پزشکه برای جوراب سفید بخر. فکر کنم اینطوری صورتت مشخص میشه ها، اگه زود دیر، یعنی اگه خیلی اونور بری صورتت پیدا میشه. نه نه خب خب این لباس هم هست، یک شورت و یه شورت قرمز، یک شورت قرمز با یه سوتین قرمز. این برای مشتری که مثلا تخفیف بهش بدم 3 میلیون و 500 میپوشم براش شب تا صبح. نه می... آره، یعنی بهش میدی یا براش میپوشی؟ آره نه اینو براش عکسشو میفرستم، میگم اینو میتونم برات بپوشم 3 میلیون و 500. بعد مشتری میگه خب آریان چیز دیگه هم داری ارزون تر؟ میگم آره الان بهت نشون میدم، این بود 3 میلیون و 500. این مشکیه هست، این 2 میلیون و 500 کامله، این هست 2 میلیون و 500. اینو بهش نشون میدم، بعد میگه بیچاره میگه ببخشید آریان جان من کارگرم، ارزون تر نداری؟ میگم بله که دارم، سب کن. خدای بزرگ. برای مشتریات وقت میذاری واقعا؟ من بله 11 ساله دارم کون میدم، من باید وقت بذارم. خیلی پشکارتو دوست دارم، دوست دارم تو کارت حرفه‌ای هستی. بله من حرفه‌ای هستم، من زیر سازمان ملل کار میکنم. خب اینو دارم، اینو این یکم ساده تره، این شورتشه، اینم بالاییشه، این هست 1200. اینو اگه براش بپوشم برای مشتری. خب گرونترین لباس یک... رو نشون بده. گرونترین لباس هم 10 میلیونه که جنسش ابریشمه. سب کنید گرونترین لباسم اینه، 10 میلیون برای مشتری میپوشم که میتونم برای تو هم الان تو لایو بپوشم. ها بپوشش ببینیم گرونترینش چه شکلیه. آره این گرونترین لباسمه که برای مشتری میپوشم، الانم جلو شما میپوشم. اینو 10 میلیون، اینو از برام از چیز دبی آوردم. کی برات آورده؟ اینو یه مشتریم که اومده بود هدیه آورد. صورتت
صورتت مشخص نشد. این گرونترین لباس همه برای مشتری 10 میلیون. از نظر من 10 میلیون نمی ارزه ها، یعنی کسی بابتش یعنی کسی بابت این بهت داده 10 میلیون؟ با این 3 بار رفتم تا حالا. با این تا حالا 3 بار 10 میلیون گرفتم. 3 بار با این 3 بار رفتم برنامه 10 میلیون گرفتم. بعد نگاه کن تا به ها رفتی پیش مشتری، مثلا مشتری خیلی خوشنود باشه، راضی باشه، بهت گفته باشه لباس تو پیش من یادگاری نگهدار بهم بده؟ یه لباس دارم برای فروش، چون اون لباس خیلی ها. یه لباس دارم که بهش نشون میدم، اونو گذاشتم برای فروش 13500 برای فروش. خب اینو سریع بپوش ببینیمت. آره این نه آخو من یه پیشنهاد برای بیزنست بدم رونق پیدا کنه. بله چرا که نه، خواهش میکنم. نگاه کن من جاد باشم یکم از اون پولایی که درآمد داری خب صرف مثلا پروتزی بکن پشتت جلوتو، این باعث میشه گرونتر بشی و پول بیشتری چیز کنی. نه قربونت بشم، من مشتریام الان منو همجوری کمر باریک دوست دارن. نه عزیزم من نخواستم کمر باریک، اینجا هیچی نداری. خب بعد وقتی خب. میری پیش مشتری ها جورابات میفته. خب اینا همجوری من دوست دارن. من میگم من یکم خب... سرمایه گذاری کن، یکم سرمایه گذاری کن، بیزنست رو رواج بده. خانم خوشگله، اونا اگه بخوان که من سینه داشته باشم کنی گنده، خب میرن دختر میکنن دیگه، چرا بیان منو بکنم 10 میلیون بده. خب این گرونترین لباس منه. خوبه؟ این 10 میلیون برای مشته. باید بلند شی ببینی که نشستی. یه کاری بکن بلند شی ببینی. نگاه کن اونجا در نیاد. نه بابا چیزی در نمی. چیزی نمی در بیاد. خب این لباس هم 10 میلیونه که نمای پشت خیلی زیبا دیده میشه و نمای جلو هم همینطور. این با این با این لباس 3 بار رفتم مشتری 30 میلیون در آوردم. چطوره؟ خوب نیست. خب چون تو مرد نیستی که درک کنی، تو یک زنی خانم، به خاطر این حسی به من نده. نگاه کن من... حتی بالاش حتی نمیشه گرش زد، هی میفته. این چیه؟ خب نه خب تو الان تو لایو هم تو گفتی سری باش به خاطر اون بابا 5 دقیقه طول کشی تا 10 دقیقه طول کشی تا درش تا بپوشیش. 10 دقیقه مگه کمه؟ خب اونجا هم که باید برم سری درش بیارم دیگه، فرض داره اونا فقط میخوان یه لحظه ببینم بعد میرم سری درش بیارم. مشتریات اکثرا از قشر کارگر هستن؟ مشتریام از همه قشر هستن ولی پول داراش بیشترم. برم بشینم یه لباس میخوای ببینی بازم؟ خب گفتی یه لباس 16 میلیونی داری، اونم بهمون نشون بده ببینم. آها نه این لباس هم گرونترین لباسیه که برای مشتری استفاده میکنم. یه لباس دارم که 13 میلیون 500 میخوام بپوشمش بذارمش تو موزه مشهد، چون با اون اولین لباسیه که رفتم با مشتری. ارزون ترین لباس تو بهمون نشون بده. ارزون ترین لباس هم چیزه 35,000 تومنه. چند خریدیش که 35,000 تومنه؟ اونو تو آشغالی پیدا کردم. آی مامان خدای من شش دارم نمیتونم بخندم به دستم. کو ببینمش الان با آشغال نمیده؟ یعنی اونو تو آشغال پیدا کردم رفتم انداختم تو لباسشویی قشنگ شستمش بعد چیز کردم. اینه آره 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 اینه که پاره پارم هست. این 35,000 تومن پاره پاره. این یک لباس، این ارزش این لباس هم 35,000 تومن باش برنامه میرم. دیدی؟ آره دیدم. برم بشینم یه بازم بهت نشون بدم لباس. خب بذار یه جا بشین با همین لباس گرونه، فقط مواظب باش پاره نشه. 10 میلیونه. نه برای مشتری 10 میلیون خانم دیگه. خب همین گرونه دیگه، گرونه.
نگاه کن میپرسن بپرس دردش نمیگیره از پشت میده. این شاید رضا هم هست. آیدیشو یادداشت کن، احتمالاً مشتری احتمالیت خواهد بود. آیدیشو یادداشت کن. اونو پاکش کن ببینم من چقدر. رضا مشهدی؟ اگه مشهدی که نگاه کن من باعث نگاه کن بیزنسو طرف دارم رواج میدم. تشکر کن. مرسی ازم چیز درد نداره نه چیز میکنم یک روغنی دارم استفاده میکنم دیگه درد نمیگیره. من هنوز یکی بهم چیز کرد فیتیش داشت ندا خب. یه مشتری داشت گفتش که منو پسره با دامادشون بچه اینقدر چیز میذارید من کنم یه مشتری بود گفتش که منو دامادمون خیلی فیتیش داریم که یکی رو از عقب دوتایی بکنیم داخل. خب نگاه کن نوشته مشتریاتو از کجا پیدا میکنی؟ از اینستاگرام تو خیابون تو حرم تو دشوی حرم. حقیقت دیگه من اونو زدم نماز جماعت مثلا یه بار اتفاقی که تو دشوی حرم یه مشتری پیدا کردی رو برامون تعریف کن ببینم. آره یه نمی من رفتم چیز رفتم حرم اول میرم تو دستشوی رفتم تو دستشوی مردونه فقط یه کرم پود زده بودم بلند حرف بزن بلند. اوکی رفته بودم حرم رفتم تو دستشوی روز جمعه بود رفتم حرم که نماز جماعت برم هم مشتری بگم هم نماز جماعت بلند حرف بزن من میرم دستشوی الان میام. خب لایو اداره کن نگاه کن اینم یه شغل دیگه بدادم الان میام با حرفای بی تربیت اون گوشور تو نشون ندی یا نه نشون نمیدم برو. خب تعریف کن بچه عزیز من یه روز رفته بودم حرم امام رضا که روز جمعه بود نماز جماعت بخونم رفتم دستشویی بعد شد که یک داشت همونجه که وضو میگرفتم دیدم آینه ها روبرو همون دیگه رو هم بودن رفتم که دیدم داشتم جوری که وضو میگرفتم دیدم یه مرده داره به من نگاه میکنه یه مرده قد بلند و هیکلی و خوشگل. همینجوری که اونو دیدم دیگه اومدم خودمو خر کنم دیگه من انقدر وضو قشنگ میگرفتم انقدر قشنگ وضو گرفتم اینا آروم وضو گرفتم اینا دیدم هی داره به من نگاه میکنه گفتم خدایا چی شده این داره به من نگاه میکنه. حالا منم لوت شدم دیگه خیلی با کلاس وضو گرفتم وضوم که تموم شد از دستشوی مدن بیدیدم یه این همجوری داره منو فالو میکنه چه این میاد دنبال من بعد رفتم تو صف نماز جماعت نشستم همجوری نشستم اومد کنارم نشست تو صفه که من نشست بزنم اومد کنار من نشست بلند حرف بزن صدا خوب نمیاد. خب آره این لباس که من تو پوشیدی صدا خوب نمیاد. من هدفونم هم از نتش تعلق. آره بعد من رفتم تو صف نماز جماعت نشستم و این مشتری اومد کنار من نشست اسمش دانیال بود. اصلا ندا هیچی نگفت به من مشتریه هیچی نگفت اومد کنار من نشست. نماز تموم شد اینجوری دستش آورد جلو گفت قبول باشه. گفتم قبول حق باشه. گفت التماس دعا. گفتی محتاجیم به دعا. اون از من بدتر من از اون بدتر. خلاصه گفت من دانیال هستم از تهران اومدم اینجا چیزم اومدم برای کلاس آموزشی دکترم 3 روز اومدم اینجا. گفتم باشه من آریان هستم من مشهدی هستم اینجا. خیلی داری تونست که من... خب مختصر مفید. خب دیگه چی؟ آره دیگه به من چیز داد و چیز کرد گفتش من گفتم من آریانم گفت من دانیالم گفت من 30 سالم گفتم منم 20 سالم و اینا و گفت میشه من دعوتت کنم نهار بیرون. گفتم چرا که نه. گفتم فقط اجازه بدین به مادرم زنگ زدم علیکی ادا تنگا رو می‌خواستم در بیارم. گفتم سل علیکی زنگ زدم علیکی تلفن گفتم مادر جون من یه دوستم میخواد منو دعوت کنه برای نهار مشکلی نیست برم. گفت نه برو علیکی. بعد رفتم نهار و اینا و دیگه منو دعوت کرد ویلاشو به هم 30 میلیون پول داد و باهاش بودم. تو میگی خلاصه بگو دیگه. خلاصش اینه 30 میلیون گرفتم ازش بعد 1 ساعت باهاش بودم دکترم بود. خب الان که تو خونه تنها هستی زیاد به این دست بله. نزن به این میکروفونت که الان گذاشتی دست نزن چون خشخش میکنه. خب نگاه کن بله. تو الان که خونه هستی مشتریاتو میاری خونه یا میره خونه مشتریات؟
نداشتم بیشتر سیار هستم، یعنی بیشتر میرم خونه مشتری و چیزم هستم، میزبانم هستم. سیار. آره بیشتر سیارم ولی میزبانم. لغت نامه بیزنسی هم داری؟ سیار هستم. نه مشخص میشه. بله. مدت زیادی تو این کار بودی؟ جدی میگم. 11 سال تو این کارم. آره من سیار هستم، هم میزبان و یه سرویس کامل هم. وقتی میزبان هستی بیشتر پول میگیری؟ 2,500,000 برای یک روز کامل. بعد یک روز کامل چه کار میکنین یک روز کامل؟ یه روز کامل خب مثلا 3 بعد غذا داریم، یه با مثلا صبحونه، 2 جفت کرده، 2 جفت تخم مرغ آب پز. آره خب بذار بگم دیگه. او مای گاد، ذهنت هم خیلی خلاقه. آره. آره و نهار کوبیده و قرمه سبزی میدی، شب هم مشتری رو میبرین بیرون فست فود هر چی خودش خواست. نه یعنی بابا، یعنی مثلا شما خوشوبش و اینا ندارین؟ خوشوبش دارین؟ خب میخوام به تو بگم دیگه، یعنی این گفتم این منوی غذاییشه، 3 وعده غذا داریم، 3 بارم میتونه رابطه داشته باشه، بعد صبحونه، بعد نهار، بعد شام. مثلا صبحونه که خوردیم رفتیم تو تخت، یه بار کارش انجام میده، تخت تخت میکنه، بعد دوباره میایم توی پذیرایی، اینجا رو مبل من میشینه، براش تی وی روشن میکنم، براش میرقصم، براش شیک میرم اینا، بعد دوباره نهار میشه، میرم نهار حاضر میکنم، دوباره نهار میخوره، میریم تو اتاق خواب، تخت تخت میکنه، دوباره میایم بیرون، براش میرقصم و اینا، اعدا در میارم اینا، تا شام، شامم براش میبرمش بیرون، دوباره میارمش خونه، تخت تخت با سرویس میفرستمش در خونه. تو که با افتخار مثلا میگی من بیزنسی هستم، با افتخار میگی من بیزنسی هستم، الان جلوی 188,000 نفر هستی. خب بله من کون هستم. چرا صورتتو نشون نمیدی با افتخار؟ فقط یه دلیل به افتخار میدونم نشون میدم، فقط پدر مادرمه، همین. اگه اون نبود من همین الان جلو همه نشون میدم، فقط هم دلیل هست پدر مادرم، همین. ما خیلی دوست داریم، ما خیلی مشتاقیم صورتتو ببینیم چیه، من ببینیم این کیست که دلها همه دیوانه اوست. مرسی. ولی اگه بتونم از مشهد برم ترکیه، بعد اونجا قشنگ صورتمو میام تو لایو بهت نشون میدم. عکس که تو به ما نشون بده. عکس چی تو؟ عکس اون چیه؟ عکس تو نشون بده. عکس عکس. خب اون که دیگه تابلو میشه بابا خانم دیگه، الان میبینی الان 2 دقیقه دیگه اینجا تو بازداشتگاه، مثلا همجوری دیگه فعلا تا اینقدر باشه، چون واقعا پلیسا بات رفیقن. خب پلیسا بات رفیقن، چون خب... میبرنت بازداشتگاه. نه که اونقدر دیگه رفیق باشم بابا، مثلا هم مثلا اگه برم تو پارک ملت ببینم مثلا من نشستم هیچی به هم نمیگن، مثلا میبینم میگن آره اینو میشناسیم، آریان اومده مشتری بگیره، منم هر مشتری بهش 50 تومن میدم. من تو چیزم داشتم، تو اتوبوسم مشتری گرفتم، کارش رو انداختم. تو مشهد، شهر به این مقدسی، شهر به این زیارتی بیزنسی کار میکنی، حداقل برو تهران. چرا رفتی داره چون ببخشید چرا برم وقتی که تو مشهد مشتری زیاده، چرا برم تهران؟ اینقدر مشتری زیاده تو مشهد. زیادتر نیست خونم مشهده، خب اونجا راحتن همه منو میشناسن. الان ما مثلا توی آپارتمانی که زندگی میکنیم نگهبانمون منو میشناسه، بعد مثلا هر کی میاد بالا میگه کجا میری، میگه میخوام بریم پیش آریان، خب میگه برو اوکی، بعد که اونا رفتن من 100 تومن میدم برای نگهبانی، هر کی هر مشتری که بالا میاد 100 هزار تومن بهش میدم. پس تو هی به همه چیز میدی، زیر زبونی میدی. آره من با یک کارخانه چیزم قرارداد دارم، کاندوم و روغن بنفشه. ببین یکی نوشته، یکی اینجا نوشته مشهد حرمت داره نه لذت. میگم آبروی مشهدی ها تو الان بردی، الان میخوای چی جواب بدی؟ آبروی مشهدی ها رو بردی. من با افتخار میخوام بگم بله، من کسی هم که آبروی همه رو بردم، حالا هر کی ناراحته بیاد یه چیزی به این بگه. آره من با افتخار میگم که من از اینجا سوال انتخاب میکنم. ها
آزمایش اجزادی یا ندادی؟ تو که الان کاندوم استفاده نمی‌کنی؟ به هیچ عنوان، چون بدن من از هر بیماری 100 گرم داره. نیاز نیست خانم. میگم از زندگیت راضی هستی؟ خداییش بی نهایت انقدر خوشحالم که فکر نمی کردم انقدر تو زندگیم خوشحال باشم. خیلی من از خدا رو شکر می کنم هر روز، میگم مرسی ای خدا با. چون من دارم به جامعه خدمت می کنم. آه آره، من دارم همه جوونه مردم رو سیراب می کنم، کسایی که دستشون دسترسی ندارم. من خیلی مشتری های خاصی داشتم، خیلی، و بهم انرژی مثبت میدادم. تو با دخترا هم میخوابی؟ فقط یه بار خوابیدم. با دخترا خواب نمیکنی؟ نه فقط یه بار، یه زن 50 ساله، چون توی هتل کار میکردم قبل از اینکه بیزنس را بندازم، یه زن 50 ساله که اون مشتریاشو میورد اونجا، مدیرمون چون میخواست با مثلا، چون من اون موقع پسرونه میرفتم، خیلی پسرونه میرفتم، چون مدیر هتل میخواست مثلا منو راضی کنه که با من منو بکنه، یه زن آورده بود که من اونو بکنم بعد مدیر منو بکنه، ولی خبر نداشت که بابا من خودم کونم، اصلا نیاز نیست این کارا رو بکنی. بعد دیگه من زنه 50 ساله رو کردم، مدیرم منو کرد، ولی نیاز نبود اون کارو بکنی. که ده تا اندازه شکف دستم به خدا هم که لنگامو میدادم بالا. خب یه سوال آخر، بقیه رو بیارم، بقیه هم منتظرم. باش. جوونترین و پیرترین مشتری چند ساله بودن؟ جوونترین مشتری همسن خودم بوده 20 ساله و پیرترینش 90 ساله. ای خدای دمسارت. با اون 90 ساله چیکار کردی؟ اون که پیره چیکار، یعنی حتی راست هم نمی کنم. گفت فقط کونتو لیست بزنم. خب ببخشید تو سوال میکنی، منم وظیفم جواب بدم. راست میگی. حالا ما به هم زدی مرد شوره تو ببرم. حداقل کونی هم نداری که لیستش بزنم. دیوونه خانم، تو که خودت لاغری، خودت میدونی که من تو چقدر طرفدار داریم، چون کونامون کوچیکه. حالا من حداقل کونم قلمبه است، تاخچه‌ایه. تو چی؟ تو اینطوری چسبیده تخت هست مالی. خاطر چون اینقدر مثلا روم فشار زیاده و خاطر اون رفته تو، چون من مثلا همه پوزیشن ها رو نمیرم، اینا مشتری من دوستانم میگن تو رو شکم بخواب آریان، تو ما از پشت بکنی. باید میگم خب حداقل لنگامو بدیم بالا، یکم فشار بیاد، کونم بیاد بالا. اینجوری میاد همه مشتری من سنگین هم، همه شون هیکلی و گنده هم. خاطر اون مجبور رفت تو. واقعا با 90 ساله، واقعا با 90 ساله خوابیدی جانم. گفت فقط، خب من بهش گفتم، گفتم خب شما که چیزی ندارید که مثلا با من بخواید رابطه بذارید. گفت من فقط لیست میزنم. 6 میلیونم خداشه، 6 میلیون به هم داد، گفت فقط لیست میزنم. حالا منم اینقدر لیست هست که ریدم بودن. خب تو پرسیدی، با من وظیفم و من اصلشو بگم. خب گفت من فقط چیز میکنم، من فقط برات لیست میزنم. بعد اینو خب کونم کوچیکه دیگه، اینو باز کرده هی لیست میزد لیست میزد. خب منم کنترل رو از دست دادم. ای مرد سمیمار، خب نگاه کن لایف داره قطع میشه، بچه ها لایف داره قطع میشه، باید لایف رو قطع کنم، دوباره برمیگردم بقیه بچه ها رو میارم. مرسی عزیزم، امیدوارم توی بیزنست موفق و مؤید باشی. دیگه منو نمیاری برقصم برات؟ نه عزیزم، من یک ساعتی دارم با حرف میزنم، کلی بیزنس تو رونق دادم. یه تشکر بکن. مرسی، من خیلی ازت تشکر میکنم که این شانس رو به من دادی که من خودم رو معرفی کنم و مشتریان زیاد شه. فردا اولین کاری که میکنم میرم حرم برات دعا میکنم. مرسی ندایی. خدا حافظ. خدا حافظ.